درود بر شما دوستای عزیز من، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. دستیابی به اورگاسم واژینال ممکن هست یا نه؟ اصلا چجوری میشه که زنها فقط با دخول آلت تناسلی درون واژن به اورگاسم برسن و ارضا بشن؟ شاید شما آقایون خسته شدین از اینکه خانم ها رو با دست یا با دهان ارضا کردین، خسته شدین از اینکه در حین رابطه جنسی، در حین تلمبه به زدن و دخول واژینال که خودتون به انزال میرسین خانم اورگاسم نمیشه. بعد شما واقعا نمیدونین بعد از ارضا شدن باید چیکار بکنین که دوباره خانم رو تحریک بکنین و به اوج لذت جنسی برسونین. من امروز اینجام تا یه سری نکات ریزی رو بهتون یاد بدم که دیگه از تمام این مشکلات رها بشین. پس لطفا کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدید من مطلع بشین. در ضمن یادتون نره که برای حمایت از من میتونید از گزینه سوپر تنکس هم استفاده کنید. همونطور که هممون میدونیم در حین برقراری رابطه جنسی که کلیتوریس و نقطه جی هم در اون تحریک میشه، ممکنه که زن به اورگاسم نرسه. یعنی دیگه آقا باید چی کار بکنه که زن رو ارضا بکنه؟ داره دخول انجام میده، داره کلیتوریس رو تحریک میکنه، ولی باز هم آقا به انزال میرسه اما خانم اورگاسم نمیشه. یه سری عواملی وجود داره که اگر شما اینها رو با همدیگه ترکیب بکنین در حین رابطه جنسی و دخول، زن میتونه باهاش برانگیخته تر بشه و بعد همه اینها روی اورگاسم که نتیجه نهایی هست تاثیر میذاره، چون که رابطه جنسی تجربیات متفاوتی رو برای آدم‌ها ایجاد میکنه و همیشه باید به این نکته توجه داشته باشین که تمام افراد لذت جنسی رو به یک صورت تجربه نمیکنن. یعنی همه آدما یه جور اورگاسم نمیشن. بعضی از آدما فقط از طریق تحریک واژن میتونن اورگاسم بشن، بعضیا فقط با دست روی واژن روی کلیتوریس میتونن اورگاسم بشن، بعضیا از طریق تحریک سینه‌شون اورگاسم میشن، بعضیا باید یه حرکات تلفیقی روشون انجام بشه تا بتونن ارضا بشن. به هر حال که نکته اول اینه که شما اگر پارتنر ثابت دارین و دلتون میخواد برای ارضا شدنش یه سری کارهایی رو یاد بگیرین که دیگه همیشه راحت باشین، باید اول طرف مقابلتون رو بشناسین، باید اندامش رو بشناسین، باید بدنش رو، آناتومی بدنش رو بشناسین. یه چند روز وقت بذارین شناسایی بکنین، از خودش بخواین که در خلوت خود ارضایی انجام بده و بعد همون کار رو به شما یاد بده. مهمترین نکته ای که شما آقایون باید یادتون بمونه اینه که زنها فاصله بین ارضا شدنشون از 0 تا 100، یعنی این که مثل شما آقایون نیستن که با یه بشکن دخول واژینال رو انجام بدن و با چند تا تلمبه ارضا بشن. نه، خانم ها از 0، 1، 2، 3 باید یه سری کارهایی رو انجام بدن، شما روشون انجام بدین تا به 100 برسن و ارضا بشن. پس فکر نکنین به محض اینکه لخت شدین، لباساتون رو کندین، آلت معظمتون رو درون واژن قرار دادین و یه چند تا تلمبه زدین و خودتون ارضا شدین، انتظار نداشت باشین که خانم هم به اورگاسم برسه، چون که شما اون پیش نیازها رو براش انجام ندادین تا به اون نتیجه برسید. نکته اول پیش نوازی و معاشقه هست. همیشه و همیشه من توی همه ویدیوهام گفتم، سکس تراپیست ها گفتن، زوج درمانگرها گفتن، هر کلیپ آموزشی رو که باز میکنی همه دارن توش میگن، یعنی دیگه این رو زنها دارن جار میزنن که بابا قبل رابطه جنسی با ما معاشقه بکنید، با ما لاس بزنید، با ما حرف بزنید، ما رو بغل کنید، ما رو ببوسید، اندام بدن ما رو ببوسید، نوازش کنید، تحریک کنید. این کارها رو انجام بدین تا بدن زن یکم گرم بشه. وقتی که گرم شد شما میتونین با برقراری رابطه جنسی بدن زن رو هات بکنین. بنابراین اگر اون گرمایش اولیه رو انجام ندین، چجوری انتظار دارین که بدن یک زن مثل شما هات بشه و به اورگاسم برسه؟ حالا که معاشقه رو انجام دادین، حالا که پیش از رابطه جنسی حسابی با اون زن عشق بازی کردین و اندام مختلف بدنش رو نوازش کردین و بوسیدین، حالا وقتشه که به سراغ اصل مطلب برین و رابطه جنسی رو برقرار کنین. زمانی که دخول واژینال رو انجام دادین
فقط و فقط ذهنتون در مورد این قضیه فکر نکنه که من الان دارم به اوج لذت جنسی میرسم و حالا تونتر بزنم و حالا بیشتر ضربه بزنم و محکمتر ضربه بزنم تا هرچی زودتر انزال بشم. نه، یه چند تا پوزیشن عوض کنین، یک مقدار آروم عمل دخول و خروج رو انجام بدین، بعد دوباره تندش بکنین، نگاه کنین به واکنش های خانم، ببینین توی کدوم پوزیشن، توی کدوم سرعت، توی کدوم حالت خانم داره بیشتر و بیشتر برانگیخته میشه و ازش بپرسین که مثلا الان میخوای ارضا بشی، توی همون پوزیشنی که خانم داره بیشترین لذت رو تجربه میکنه توی همون حالت بمونین، عمل دخول و خروج رو انجام بدین و اگر دستتون بیکار هست بذارین روی واژنش، کلیتوریسش رو با این سه تا انگشت وسطتون به صورت دایره ای ماساژ بدین و اونقدر گردنش و لبهاش رو ببوسین تا زن دیگه چاره ای به جز ارضا شدن نداشته باشه. برای افزایش شانس ارضا شدن زنها اغلب ما نیاز داریم که نقطه کلیتوریس رو که بیرون واژن هست مستقیم با دست یا با دهان یا با اسباب بازی جنسی تحریک بکنیم. یعنی اگر شما یک شبانه روز با زن رابطه جنسی برقرار بکنید و دخول واژینال رو انجام بدین اما به کلیتوریسش دست نزنین، زن ارضا نمیشه. بنابراین اگر میخواید زن رو ارضا بکنین باید این نقطه رو مستقیما لمس بکنید. حالا این لمس میتونه توسط دست شما باشه، میتونه توسط دهان شما باشه، میتونه توسط یک ویبراتور، یک مکنده، یک اسباب بازی جنسی، از طریق هر چیزی، فقط این نقطه باید مستقیما لمس و تحریک بشه. با اینکه پوزیشن های جنسی برای همه افراد متفاوته اما چند تا پوزیشن هست که من بهتون معرفی میکنم که توی اونها برخورد آلت به نقطه جی باعث میشه که زن بیشتر برانگیخته بشه و نزدیک اورگاسم بشه. نمیگم با این پوزیشن ها زن به اورگاسم میرسه، با این پوزیشن ها زن نزدیک اورگاسم میشه و شما باید در قدم بعدی یک دستتون رو آزاد بکنین و در حین انجام این پوزیشن ها و عمل دخول و خروج آلت حتما کلیتوریس زن رو هم ماساژ بدین. یکی از اونها داری استایل هستش، توی این پوزیشن شما میتونین از پشت زن ورود بکنین و دستتون رو از کنار شکمش رد بکنین و کلیتوریسش رو تحریک بکنین. اگر زن خسته شده نمیتونه این حالت خم شدن رو داشته باشه، یه بالش زیر شکمش بذارین، زن رو بخوابونین و باسن زن میاد بالا، ازش بخواین که دستشو بیاره عقب و باسنش رو خودش باز کنه و نگه داره. توی این حالت شما میتونین مستقیما درون واژنش دخول بکنین و اگر دلتون بخواد میتونین یک دستتون رو روی سر زن بذارین، یک دستتون رو روی پشت کمر زن بذارین. توی این حالت شما میتونین با نهایت قدرت، با نهایت سرعت دخول رو انجام بدین. این مدل سکس خشنه، اگر نمیتونین انجام ندین. پوزیشن بعدی حالت زن بالا هستش. مرد میشینه، به تخت تکیه میده یا اینکه دراز میکشه، زن روی مرد میشینه. وقتی که خودش آلت تناسلی رو درون واژنش قرار داد، خودش حرکت میکنه، بالا و پایین میره یا عقب و جلو میره یا چپ و راست میشه یا به صورت دایره‌ای روی آلت مرد میچرخه. توی این حالت زن خودش میتونه بفهمه که کی آلت داره با نقطه جی برخورد میکنه و کی داره بیشتر تحریک میشه. بهتون توصیه میکنم خانمای عزیز، اگر دلتون میخواد یکم شیطنت بکنین، توی این حالت اجازه بدین که مرد حالت نیمه دراز کش داشته باشه، یعنی بالا تنش رو به تخت یا به کاناپه تکیه بده و پاهاش رو دراز بکنه. شما وقتی که توی این حالت روی مرد میشینید، صورت به صورت میتونید با همدیگه معاشقه بکنین. توی این حالت یه دست خودتون رو ببرین پایین و خودتون واژن خودتون رو ماساژ بدین و اونقدر کلیتوریستون رو تحریک بکنین و بالا و پایین برین که خودتون رو به اورگاسم برسونین. تماشای این حالت برای مردا فوق العاده لذت بخشه. یعنی اینکه یه مرد بشینه و ببینه که یه زن داره جلوش خودش رو ارضا میکنه، خیلی براشون لذت بخشه. حتما این کار رو انجام بدین و بهتون توصیه میکنم که اگر تونستین توی حموم همین کار رو انجام بدین. دوشو باز بذارین،
بدن خودتون رو کفی کنین و از آقا بخواین که یه گوشه وایس شما رو نگاه کنه، یا اینکه اگر وان دارین بشینه شما رو تماشا بکنه و شما که بدنتون رو کفی کردین روی دستتون کف بیشتری بریزین و دستتون رو ببرین پایین و شروع کنین خودتون رو ارضا بکنین. حتی یک وقتایی دستتون رو در بیارین بیرون، توی دهانتون بگذارین، دستتون رو لیز بکنین، بیشتر خیس بکنین، بعد ببرین پایین. تماشای این حرکت برای مردا خیلی بیشتر از اون لذت بخشه که خودشون بخوان شما رو ارضا بکنن.